برنامه آواز افغانستان قدم به قدم دشوارتر می گردد و این مردم و یاوران است که تصمیم بهترین صدا و انتخاب آن را می گیرد. هفته گذشته باز هم تیم های چهار نفری یاوران به میدان نبرد رفتند. باز میان هر چهار نفر یک نفر با بهترین اجرا توسط یاورش حفظ کردیم. علی فولادی حفظ می‌کنه. افتخار علی فولادی. و متبقی سه تن به آرای مردمی رفت. و این شما هستید که تصمیم می‌گیرید تا از میان این سه تن یک اشتراک کننده را با بلندترین آرای خود به مراحل بعدی همراهی کنید. بله، اینجا آواز افغانستان است. سلام، شما را به برنامه آواز افغانستان خوش آمدید میگیم. برنامه آواز افغانستان برنامه‌ای است که فقط آواز در اون مطرح است. دوستان، قسمی که هفته قبل دیدیم از چهار یاور ما چهار اشتراک کنندهش آمد براتان اجرا کرد و نظر به اجرای عمو شبش یاور ما تصمیم گرفت که یک اشتراک کننده خود در برنامه حفظ کنه. از هر یاور ما سه اشتراک کنندهش برای شما رفت. امشب اعلان نتیجه را فراموش نکنید که کدام اشتراک کننده را شما خواستین در برنامه باشه. اما قبل از او اولین تیم مرور داریم به اولین تیم از تیم آقای خارا. هفته گذشته چهار اشتراک کننده به انتخاب مردم و حفظ یاورش به مراحل بعدی برگزیده شد که از میان چهار تن مسیح ریحان تنها کسی بود که توسط یاورش حفظ شد. آقای مسیح ریحان است. اما قیس معروف، زمیر یعقوبی و سمیر بکر تنها کسانی هستند که برای مردمی رفتند و تا لحظات بعد معلوم خواهد شد که از میان این سه نفر کی به مراحل بعدی راه می آمد. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. شما را زیاد انتظار نمی مانیم. اولین تیم که می آید امشب براتون آهنگ چهارگانه اجرا می کند تیم نظیر خارا هست. قسمی که هفته قبل دیدین تیم نظیر خارا از چهار اشتراک کنندیش براتون اجرا داشتن، اما خارا صاحب از بینشان مسیح ریحان انتخاب کردن. خب به افتخار تیم نظیر خارا کف محکم بزنین. وطن به میمان
دلم گذاشته پنهانی را گفتم بروم یار مپس گردانو ای فیگل قیمتی برزانی را ای فیگل قیمتی برزانی را نام خدا آهنگ بسیار زیبا تشکر از شما سلامت باشین بفرمایید خب دوستای عزیز قسم که دیدین هفته قبل از علی‌آور ما اشتراک کنندهایش که برای شما بودن دو اشتراک کنندهش از برنامه خدافیزی کرد میخواییم در این مورد نظر یاورا را داشته باشم که از رأی مردم هفته قبل راضی بود یعنی ابتدا از قیجان پرسان میکنیم استاد قیس میشه بگوین که هفته قبل از رأی مردم راضی بودین دو اشتراک کنندهتان از دست دادین امشب چگونه پیش بینی میکنین که مردم کدام اشتراک کننده در برنامه افس خواهد کرد خب البته ما از مردم که انتخاب کردن برای کس رأی دادن من خوش هستم واقعیت هر اعضای تیم عوضخان خوب است هر کدامشان که پیش بیایم من خوش می باشم از هر همه کدام اشتراک کننده من بسیار واقعیت خوش هستم و این هفته معتل می باشم کی را رأی دادن و کی کدام می باشد تشکر از آریانا جان پرسان می کنیم آریانا جان شما بگوین که امشب رأی مردم چگونه خواهد بود آیا اشتراک کننده ای که بدلت هفته قبل اجرا کرد امونا را مردم حفظ می کنه یا متاسفانه امشب از برنامه خدافظی خواهد کرد خب بشکی نمی فهم که چی خواهد شد منتها من امیدوار هستم که رای داده باشن برای نفر درست ما دعا میکنم پس آدمای تقاضای شما از مردم چی است که چگونه استعدادها باید رای بدن ما از مردم عزیزم خواهش میکنم که خوب گوش بدن با آواز خوب با استعداد خوب و کسی را که فکر میکنن که واقعا در خور آواز افغانستان شدن است برای ازمون رای بدن بدون در نظر داشت تعصبات ملی، زبانی و سمتی و همه تعصباتی که وجود داره سلامت باشین از استاد خارا پرسان میکنین استاد شما چی پیش بینی میکنین که امشب مردم کدام امی از هر چهار شما یاورا که اشتراک کنند دویتان شب قبل اجرا داشتن شب هفته قبل مردم کدام اشتراک کنند در امشب افس خواد کرد والا ما فکر میکنم که او کسی که پیش ما است حتما انشالله اول خب برای مردم باید ما شما اعتبار داشته باشیم به خاطر اینکه زور مردم زور نظیر خاراست و هر چیزی که مردم رای میتن مامورا با دل و جان خود قبول دارم به خاطر که مردم خود بسیار دوست دارم از شما تشکر دوستان عزیز امشب اعلان نتیجه را فراموش نکنین قبل از او یک وقفه کوتاه داریم بازم خوش آمدین دوستای عزیز امشب اعلان نتایج فراموش نکنین دومین تیمی که میایه براتون آهنگ اجرا میکنه تیم استاد عبید است اما قبل از او یک مرور کوتاهی داریم به هفته گذشته منم ستاره هفته گذشته دیدید که سبحان تنها کسی بود که بهترین اجرا را داشت و یاورش تصمیم گرفت تا سبحان را به مراحل بعدی حفظ کند ما به این مرحله سبحان جان امر و مطابقی سه تن باز هم با آرای مردمی رفتند امشب تصمیم مردم چه خواهد بود؟ تو غرق تمنا می شوم قطرم از یک نگاهت موج دریا می شوم با نگاه مست تو غرق تمنا می شوم قطرم از یک نگاهت موج دریا می شوم
میکنی آدم تبا میسازی تو دختر نازی نازی چقدر خود مینازی وقتی که رسم میکنی آدم تبا میسازی خوش باورم هر دم فریبت را خورم من اسیر وعده امروز فردا می شوم با دل خوش باورم هر دم را خورم من اسیر وعده امروز فردا می شوم نازی نازی چقدر با خود می نازی وقتی که رقص می کنی آدم تبا می سازی او دختر نازی نازی چقدر با خود می نازی وقتی که رقص می کنی آدم تبا می نازی نظر آبای جان جوینده را بفهمیم. آبای جان نظر به اجرای افتی قبل که اشتراک کننده های داشت را اشتراک کننده خودت سبحان ندایی را در برنامه افس کردی. چی پیش بینی میکنی که امشب از بین سه نفر اشتراک کننده کدام اشتراک کننده در برنامه باقی خواهد ماند؟ من بسیار هیجان دارم که تا اعلان از این که کی حفظ میشه به خاطر که من او کسی را که بسیار اجرای عالی کرد هفته گذشته و حتی به سطح که ما و قید جان از جای خود خیستیم برش ما او را حفظ کردم و ما امیدوارستم که از هر کدامشان که حفظ شوند و هر کدامشان که درگیری ببرند ما در تیم ما به حساب آدم ضعیف هیچ نیست و همشان خوب میخوانند و هر کدامشان امیدواری میکنیم امید داریم که به حساب موفق شوند انشاءالله درگیری. بسیار تشکر از شما دوستان عزیز. امشب اعلان نتیجه را فراموش نکنید. قبل از اون یک وقفه کوتاه داریم. سلام مجدد به شما عزیزایی که امیل زبه برنامه خودتان پیوستین. بازم خوش آمدین. دوستا امشب ایران نتایج فراموش نکنین. تیم قیس و الفت میره براتان آهنگ چارگانه اجرا میکنه. اما قبل از او یک مرور کوتاه داریم به هفته گذشته. قیس و الفت هم طبق روال برنامه تصمیم گرفت تا چهار اشتراک کننده را به میدان نبرد برگزیند. که از میان این چهار تن احمد جویا بهترین اجرا داشت و توسط یاورش حفظ کردیم. از احمد جویا خواهش کنم در تیم ما باشد. به افتخار احمد جویا. و متبقی سه تن به آرای مردمی رفت. امشب تنها یک نفر میتواند با بلندترین آرا دوباره به مراحل بعدی برگردد. اومده دوباره از خیل شعران میخوانیم براتون. گوش کنه به عزیزان از دل جان ایجی هست آواز افغانستان. یار جانی یار جانی یار جانی یار جانی من فقط دارم تو را در زندگانی زندگانی. یار جانی یار جانی یار جانی از دو چشمانت بخوانم مهربانی. عاشق چشمای زیای شدو کشتر دوست دیدن خواهش شدو. عاشق چشمای زیای شدو Let's go.
نظر میدم و خب خب چی نظر داری عاشق چشمای سیاهش شدم کشتای دوستیده نگاهش شدم عاشق چشمای سیاهش شدم کشتای دوستیده نگاهش شدم یار جانی یار جانی یار جانی یار جانی من فقط دارم تو را در زندگانی اجرای بسیار زیبا از شما سپاس بخشم بخشم بریم تشکر خسته عزیز خسته خودتان در جریان هستین هفته قبل تیم قیس آلفت قیس جان نظر به اجرای عمو شبش احمد جویا را در برنامه افس کرد حالا میخواییم نظرشان را بفهمیم که بیشترین آرا را سی نفر اشترا کنیدیش که در رأی شما رفته بود کی از آن خود کرده قیس جان از دید شما بیشترین رأی امشب از بین سی نفر اشترا کنیدید کی از آن خود کرده والا همشون بسیار مقبول میخوانه کسی که ما واقعیت خوش دارم که کلمه باشه تیم ما یک رنگ خاص میته و فرشی جان است دیگه میبینیم که مردم برش رای دادن ما دعا میکنیم خود برنده شد هر کدام شدم که برنده شد من خوش میباشم از شما تشکر دوستای عزیز امشب اعلان نتیجه را فراموش نکنین قبل از اینکه آخرین تیم آریانا سعید بیا براتون آهنگ اجرا کنه قبل از اون یک وقفه کوتاه داریم بازم خوش آمدین دوستای عزیز لحظه به لحظه نزدیک میشیم در آخرین دقایق برنامه اعلان نتایج فراموش نکنین قبل از همه پیروزی فوتبال افغانستان به تمام ملت مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت میگم خب قبل از اینکه تیم آریانا به برتون اجرا داشته باشه یک مرور کوتاه داریم به هفته گذشته هفته گذشته مجیب الله سحاق تنها کسی بود که آورش تصمیم گرفت تا او را به مراحل بعدی حفظ کنه پشتو را بسیار زیبا میخوانه یگانه دلیلش نمیس و او مجیب جان است اما تصمیم مردم در قبال زبیر اسمت جوار مختارزاده و صدیق الله فرازی چه خواهد بود؟ افغانستان 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 افسانه‌ساز افسانه‌ها گنج میان ویرانه‌ها حیات سبز فرزانه‌ها زمین دست بیگانه‌ها پیروزی از آن ما نبندیم بر دیگران جز مردمان آگاه
به دلیل از انتخاب کردم که تیم فوتبال کشور عزیز ما افغانستان چقدر نام خدا خوب پیش میرن. یک کف مکم برشون بزنه. بایی بخاطر از اینکه تشویقشان زیادتر شد و بخیر دوگام خوب پیش برن و برای ما افتخار ببخشن، به این خاطر آهنگ انتخاب کردم. پیش از اینکه سوال دیگه تان پرسان شدم، میخوایم که یک تشکر بسیار اما تو زیاد و از قلب از تواب جان آرش و کسی که شعر از این آهنگ نوشته کردن، آقای امیر جان صبوری، لطفا یک افت مکم بر اردیشان بزنید، بسیار زحمت کشیدن. و همچنان یک تشکری خاص از گروپ فیس آف، گروپ اولین گروپ دنس افغانستان است، یک افت مکم برشان بزنید. و البته نگفته نمانه عبدالله جان که یکی از استعدادهای بسیار خاص نه تنها در افغانستان، در کل کشورها، در کل دنیا شده. یک از محکم برش بزنیم. افتخار داریم سرش. سر کلشان افتخار میکنم. زنده باشین آریانا جان. آریانا جان میخوایم کوتاه از خودت پرسان کنم، قسم که هفته قبل آمدی دیدن شما از بین چهار اشتراک کنندت که اجرا داشت مجیب سها که در برنامه انتخاب کردی، چه فکر میکنی سه نفر اشتراک کنندت که در این مردم رفته کی لیاقتی را داره که امشب در برنامه باقی بانه و بلندترین آرا را از آن خود کرده باشه از دید شما؟ البته مشکل است که من یک کس را نام میگیرم بخاطر که همگیشان بچگکای بسیار با استعداد هستند، خوب میخوانند، زحمت میکشند، هر کدامشان آرزو دارند که یک جای برسند. من نمیتونم یک نام براتون بگیرم، منتها امیدوار هستم که مردم عزیز انتخاب خوب کرده باشند. سلامت باشین. دوستان شما را زیاد انتظار نمیمارم، مطمئن هستم که بی صبرانه منتظر امی لحظه هستین، اعلان نتایج. اما قبل از او یک وقفه کوتاه داریم. بازم خوش آمدین دوستان عزیز. قسمی که میبینین لحظات اخیر برنامه هست، اعلان نتایج، لحظه ای است که هیجان در رگ رگتان جاری میسازه. بله دوستان، هفته قبل دیدین که از هر یاور ما چهار اشتراک کنندهش براتان هجرا داشت. یاورای ما نظر به هجرای امول شبش یک نفر اشتراک کننده خود در برنامه حفظ کرد، مطابقیش برای شما رفت. اینکه شما کی را انتخاب کردین لحظات بعد معلوم خواهد شد. نخستین تیمی که آرایش میخوایم اعلان کنیم که کدام اشتراک کننده از بین این سه نفر در برنامه باقی میمونه، تیم نظیر خارا هست. بله دوستا، تیم نظیر خارا تیمی هست که هفته قبل بهترین اجرا را براتان داشت. تصمیم شما است. یکی که بیشترین آرا را امشب کی از آن خود کرده، این شما تصمیم گرفتین. چه فکر میکنین دوستا، از بین این سه نفر بیشترین آرا را کی از آن خود کرده؟ بله دوستا، مسیح ریحان کسی بود که توسط یاورش هفته قبل افت شد. از بین این سه نفر چی فکر میکنین بیشترین آرا را شما به کی دادین؟ با احمد سمیر، زمیر و یا قیس معروف؟ خب دوستای عزیز، از بین این سه نفر شما انتخاب کردین که با بلندترین آرا امشب یکش در برنامه باقی بانه و متاسفانه دوتایش باز برنامه خداحافظی کنه. یکی بیشترین آرا را کی از آن خود کرده امشب، میفهمین کی است؟ کسی که امشب بلندترین آرا را از آن خود کرده او است؟ کسی نیست بجز است؟
حسن معروف به افتخار یک کف محکم بکنید. حسن معروف کسی است که توسط آرای شما دوباره به برنامه باقی ماند و دو نفر دیگه متاسفانه که امشب از برنامه ناگزیر است خداحافظی کنند. دوستا احمد سمیر و زمیر کسی است که توسط آرای شما یعنی کمترین آرا را از آن خود کردن. متاسفانه قانون برنامه قسم است که به مراحل بعدی نمیتونه را پیدا کنه. تشکر از شما، زنده باشین. دوستای عزیز، سمیر و زمیر کسی است که امشب متاسفانه از برنامه خداحافظی کردن. میخوایم کوتاه نظر خارصه داشته باشم. خارصه، از تصمیم مردم راضی هستین؟ از تصمیم مردم هم راضی هستم، هم یک کمک نه، به خاطر که در برنامه چندین برنامه که اشتراک کننده خواندن خوبترین هایش یکمک از پیششان مانده، باید رای به زمیر جان میدادن. به هر ترتیب چون که خواست مردم است حتما یک چیز میبینن در وجود یکی از کرکترها یا اشتراک کننده. من احترام دارم برایشان. بسیار تشکر، سلامت باشین. دوستا، تیم بعدی که میای اعلان نتایجش را تماشا میکنن تیم قیس الفت است. تیم قیس الفت هم هفته قبل اجرای بسیار خوب داشت و قیس جان نظر به اجرای امروزشان احمد جویا در برنامه افس کرد و سه نفر دیگر برای شما رفتک. یکی شما کی را انتخاب کردین تماشا میکنیم. تیم قیس جان لطفا پیش بیاین. دوستان، تیم قیس الفت هم هفته قبل بهترین اجرا را داشت و احمد جویا از طرف یاورش اف شد. سه نفر که فعلا در کنار ما چی فکر میکنین؟ کی بیشترین آرا را امشب از آن خود کرده؟ یگانه ربخانه آواز افغانستان فرشید جان. چی فکر میکنین؟ فرشید میتونه امشب بیشترین آرا را از آن خود کرده در برنامه باقی بانه؟ سیروز جان، کسی که هفته قبل بهترین آهنگ برتان اجرا کرد، چی فکر میکنین سیروز میتونه در برنامه امشب باقی بانه؟ چی فکر میکنین امشب بلندترین آرا را کی از آن خود کرده؟ دوستان، من شما را زیاد انتظار نمیمانم. کسی که امشب بلندترین آرا را از آن خود کرده و در برنامه باقی میمانه او است؟ جز از سیروز منصور. دوستا، سیروز کسی بود که با بلندترین آرای شما در برنامه باقی ماند و اما متاسفانه فرشید جان و سعید اونرجو از برنامه ناگزیر هستن امشب خداحافظی کنن. من هم بسیار برشان متاثر شدم. شما اصلا متاثر نشین، شما تا این مرحله که پیش رفتین بهترین افتخار است. خب فرشید جان، شما چیز گفتنی دارین؟ جا داره اول تشکر کنم از تلویزیون طلوع، از کارمندان تلویزیون طلوع، به خصوص بخش برنامه آواز افغانستان که واقعا زحمات بسیار زیاد میکشن. تشکر میکنم از استاد عزیز خو که واقعا در طول چند وقت خیلی بر ما زحمت کشیدن. تشکر میکنم از اینا و تشکر میکنم از کسانی که بر ما رأی دادن. دست همه اینا رو میبوسم و یک خواهش که دارم، هیچ فرق نمیکنه که من شدم یا سیریز، چون ما هم دوست بودیم و من رای خور ادامه میدم و خواهش که دارم از تجار، از کسانی که در این بخش سرمایه گذاری میکنن همکاری با ما داشته باشن. از یاورای عزیز خواهش میکنم، از نظیر جان خارا که در افغانستان هستم و آریانا جان استاد خودم قیس جان الفت و همچنان عبید جان، امیدوارم با ما همکار باشن و دیگه برنامه دیگه هست شدیم ایچ گپ نیه و به طرفدارا هم همین قول میکنم که انشالله با آنگاه رپ های جدید جدیدی انشالله میام روی پرده های تلویزیون من میبینیم. و من از اول برنامه، از برنامه اول تا به حال هر اجرای رپ که داشتم شعری از خود میبوده که استاد عزیز من با من کار بوده. تشکر میکنم از شما. تشکر. و در این آخر بسیار بسیار کوتاه یک شعر ما تقدیم کنم برای آریانا جان. میگه شدم تنها با کل باری از غم ها، شدم تنها با کل گپ ها، چقدر مقبولی بانوی آتش نشین، داری دل پرسود احساس ما، ببین ببین، میخوانم با عشق و آه، امیدوارم بگیری دستم. تشکر از امیدوارم، تشکر از استاد عزیزه. خب بزنه دست بلند با استاد.
احسان آفرین، تشکر از شما. سلامت باشین، زنده باشین. از خجال پرسان میکنیم، خجال از تصمیم امشب مردم راضی هستین؟ شما بفرمایید. یک چیز با فرشید جان میخوایم بگم، او یگانه گل بود که بلکل از دیگه گلا فرق میکرد و او در کار خود چیزی که در آواز افغانستان کرد او یکتا بود. او بر ما و بر مردم افغانستان البته ربخان افغانستان شده و به رزو افتخار میکنم که در گروپ ما بودک و بسیار گل خاص بود. دیگر سیروز جانم بسیار آوازخوان خوب است، من خوش هستم که در گروپ ما، هر کس که بیاد از اعضای تیم من خوش هستم. از شما تشکر، زنده باشید. دوستای عزیز، دو تا دیگه باقی مانده، تیم عبیدجان جویده و آریانا جان سعید. خب تیم آریانا جان هم هفته قبل بهترین اجرا را داشتن و آریانا جان هم نظر به اجرای امو شبش مجیب سهاک در برنامه حفظ کرد و سه نفر دیگه برای شما رفت. اینکه کی امشب بیشترین آرا را از آن خود کرده در برنامه باقی میمانه. از تیم آریانا خواهش میکنیم که بیاین بفرمایین بین. بله دوستان، میخوایم شما بگوین که از بین این سه نفر بیشترین آرا را امشب کی از آن خود کرده؟ من همش نوام صدیق جان، جبار جان و یا زبر اسمت. دوستا تصمیم شما هست، امشب بیشترین آرا را کسی از آن خود کرده؟ او است. قسمه که میفهمین برنامه آواز افغانستان برنامه است که فقط آواز در او مطرح است. مقبولترین آواز از بین سی نفر کی داره؟ یاد به انتظار نمیمانم، کسی که امشب بلندترین آرا را از آن خود کرده او است. صدیق الله فرازی. برای دوستان صدیق الله فرازی کسی است که امشب بلندترین آرا را از آن خود کرده در برنامه باقی ماند. اما متاسفانه دا اشتراک کننده ما امشب ناگزیر هستند از برنامه خداحافظی کنند. من هم بسیار برشان متاثر شدم. از شما دو نفر تشکر، سلامت باشین. خب میخواید نظر آریانا جان داشته باشم. آریانا جان چطور است؟ از رأی مردم راضی هستی؟ از رأی مردم واقعا راضی هستم و تشکر بسیار زیاد میکنم از تمام کسایی که وقت خود گرفتن، لطف کردن و رأی دادن بر صدیق جان. صدیق جان یکی از بهترین خواننده‌های تیم ما است که آینده بسیار بسیار روشن حتما 100% داره. ایره ما با گارانتی میتونم بگویم. در عین زمان جگرخون شدم برای دو آوازخوان دیگه که هستی ما امروز خداحافظی کردن. بچه های بسیار قند هستن، بچه های بسیار خوب هستن. برای زینا ما در پیش روی تلویزیون نه بلکه در پشت سر همیشه برایشان یادآور شدیم که ما همکاری همیشگی همراه هر یکیشان انشالله می داشته باشم. به خاطر که ما همگی اونا را مثل فامیل خود، مثل برادرای خرد خود میبینم همیشه، کمک ما 100% همراهشان است و خوش هستم از اینکه مردم برای صدیق جان رای دادن. Thank you so much. تشکر، دوستتان دارم. از شما تشکر. دوستا آخرین تیم عبیدجان جوینده است. قسمی که هفته قبل دیدین تیم عبیدجان جوینده هم آمدن سر استیج، آهنگ چارگانه براتان خواندن. نظر به اجرای امو شبش عبیدجان سبحان ندایی در برنامه افز کرد و سه نفر دیگه برای شما رفت. این سه نفر کسایی هستند که یک نفرش با بیشترین آرای شما در برنامه باقی میمانه و قسمی که روند برنامه هست، دو نفرشان متاسفانه از برنامه خداحافظی میکنن. چه فکر میکنین از بین این سه نفر بیشترین آرا را امشب کی از آن خود کرده؟ دوستا از بین این سه نفر فقط یک نفر توسط آرای بلند شما میتونه در برنامه باقی بانه. او کی است؟ مسعود است؟ ناصر؟ و یا عبدالله اجران؟ کسی که امشب بیشترین آرا را از آن خود کرده در برنامه باقی میمانه او است؟ دوستان من خواهش نمشنوم، شما چی فکر میکنین کی است؟ حالا من براتون میگم که بیشترین آرا را امشب کی از آن خود کرده؟ کسی که امشب بیشترین آرا را از آن خود کرده در برنامه باقی میمانه اون نیست کسی بجز از مسعود پاینده.
بله دوستان، مسعود پاینده کسی است که توسط آرای بلند شما در برنامه باقی ماند و دو نفر دیگه متاسفانه که امشب از برنامه خداحافظی میکنه. میخوایم نظرشان کوتاه داشته باشم. شما چی از تصمیم مردم راضی هستین؟ ما از تمام علاقمندا، کسایی که رای دادن هم خانهشان آباد، کسایی که ندادن هم خانهشان آباد. ما از تلویزیون طلوع، از تمام نیاورا، از تمام کارمندای تلویزیون طلوع، بخصوص از برنامه صدای افغانستان جهان سپاس میکنم. از یاورای عزیزی که ما بودن کار کردن، واقعا شب و روز زحمت کشیدن، یکی تا چی حد زحمت کشیدن خودشان هم میفهمه. قربانشان، از ایشان خوش هستیم، از هیچ کس گله نداریم. باز هم میگم زنده باد آواز افغانستان. بسیار تشکر، سلامت باشین. عبدالله جان، شما کسایی هستین که آل رایتان را پیدا کردین، میتونین در آینده آهنگای بسیار خوب و بلاقمندای آوازتان تقدیم کنین. شما از رای مردم راضی هستین؟ اولتر از همه سلام خدمت یاورای عزیز، حاضرین در تالار و از طریق خدمت از طریق تلویزیون طلوع خدمت بیننده های عزیز. ما ضیاف پرعرفی نمی کنم، یگانه آرزویم واقعیتش برتون بگویم که ما از روز اولی که در برنامه اشتراک کردیم همی بوده که ما بسیار علاقمند سرسخت استاد بودم، که ما از خداوند میخواستم که مرا استاد باید جوینده در دور اول قبول کنه و همو شد. ما دیگه گفتنی ندارم، خوش هستم، هیچ دیگه مشکل نیست. بسیار تشکر، سلامت باشید. از شما تشکر میکنم، برای سلامت باشید. خب آبای جان، میخواییم نظر شما را کوتاه داشته باشیم که از رأی مردم راضی هستین، انتخاب مردم از دید شما چگونه بود؟ خوشبختانه من بسیار راضی هستم از رأی مردم. مسعود جان پایندام از جمله آوازخانه بسیار قوی تیم ما است، همیشه بسیار بینقص اجرا میکنه. ما همیشه دوست داشتیم بدون تبعیض، خودشان میفهمن. نمیتونستم همیشه نگاه بکنم، او کسی که به حساب خوبترین اجرا را داشت همیشه حفظ کردیم. من واضح بسیار متاثر هستم برای کسایی که از دست میتم، اما خب من برشان آرزوی موفقیت میکنم و اینا همیشه نام خدا آله بینهایت امو اعتماد به نفسم پیدا کردن و تجربه استیجم پیدا کردن و اینا خودشان انشاءالله ستاره ها هستند در آینده. اما خب خوشبختانه در قسمت تیم ما کاملا رایگیری درست بوده و ما بسیار راضی هستم. بسیار تشکر. فکر میکنم ناصر جان انتظارم چیز گفتنی داره، امیجا هستن. همین غزل که سرودم نشانه میمانه زباد ما نسرا و نخانه میمانه زباد ما نسرا و نخانه میمانه. بسخارشان دوستایی بود برنامه امشب ما، اینا رو نتایج تماشا کردین. فردا شب فراموش نکنین باز هم از چهار یاور ما اشتراک کنندهاش می براتون اجرا میکنه. یک اشتراک کننده نظر به اجرای عمو شبش یاور در برنامه حفظ میکنه و سه نفر اشتراک کننده برای شما میره. شما هستین که انتخاب میکنین کی در برنامه باقی بمونه و کی از برنامه خدافیزی کنه. بله دوستا، این بود برنامه امشب ما. تا برنامه بعد شما را به الله پاک و بی همتا میسپاریم. شاد و موفق و کامگار باشین. خدا نگهدار.